پاییز 6 سال پیش وقتی که هنوز 10 ماه هم از ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا نگذشته بود، کمیته جایزه نوبل صلح اعلام کرد که برای سال 2009 این جایزه را به آقای اوباما می‌دهد. به این ترتیب او 4مین رئیس جمهور آمریکا می‌شد که این جایزه را می‌گرفت. تئودور روزولت و وودرو ویلسون در دوره ریاست جمهوریشان و جیمی کارتر 2 دهه پس از ریاست جمهوریش این جایزه را گرفته بود. این انتخاب کمیته صلح نوبل همان موقع هم خیلی ها را غافلگیر کرد. در صدر آنها خود باراک اوباما که گفت غافلگیر شده است. 6 سال بعد دبیر وقت کمیته نوبل در مصاحبه‌ای گفته است که این جایزه آنچرا که کمیته نوبل انتظار داشت محقق نکرده است. گیرلوندستاد گفته این کمیته انتظار داشت جایزه صلح نوبل به تقویت مواضع باراک اوباما منجر شود. کسی که با شعار پایان دادن به جنگ عراق و افغانستان بر سر کار آمد. اما در مقابل اعطای جایزه به او با انتقادهایی در آمریکا مواجه شد و برخی می‌گفتند آقای اوباما کاری نکرده که ارزش جایزه نوبل را داشته باشد. خود باراک اوباما هم آن زمان گفت جایزه نوبل صلح برای او نمادین بوده و نه در قدردانی از اقدامات خودش. صریح بگویم من این جایزه را به عنوان قدردانی از دستاوردهای خودم نمی‌بینم، بلکه سهه گذاشتن بر رهبری آمریکا از طرف آرمان‌های مردم همه کشورهاست. صادقانه این که حس نمی‌کنم لیاقت داشته باشم کنار رهبران تحول آفرینی باشم که این جایزه را گرفتند. مردان و زنانی که با صلح طلبی شجاعانه خود الهام بخش من و همه جهان بودند. دبیر وقت بنیاد نوبل میگوید آن زمان خیلی از هواداران باراک اوباما هم عقیده داشتند که دادن این جایزه اشتباه بود. گیرلوندستاد نتیجه گرفته است که به این معنا کمیته نوبل با آنچه که میخواست نرسید. آقای لوندستاد همچنین این مسئله را فاش کرده است که آقای اوباما قصد داشته برای دریافت جایزه به اسلو پایتخت نروژ سفر نکند. ولی کارکنان کاخ سفید وقتی در این باره تحقیق کردند که آیا سابقه داشته برنده‌ای برای دریافت جایزه نوبلش به نروژ نرود، وقتی دیدند این میتواند توهین‌آمیز باشد، برنامه سفر رئیس جمهوری آمریکا به نروژ را ریختند. در سالهای اخیر واکنش‌ها به نوبل صلح برای باراک اوباما همچنان هم ادامه پیدا کرده. از جمله 2 سال پیش 10,000 نفر در یک تومار اینترنتی خواستار پس گرفتن این نوبل صلح شدند. به این خاطر که باراک اوباما در سالهای اخیر عملیات پهپادهای آمریکایی را در منطقه و به خصوص پاکستان افزایش داده است. عملیاتی که تلفات غیر نظامی پرشمار آن که کودکان هم در میان آن هستند، اعتراض سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری را هم برانگیخته است.